سرخط خبرها. روسیه بعد از حمله سهمگین توافق صدور غلات را معلق کرد. و اروپا 300 میلیارد یورو از ذخایر ارزی روسیه مسدود شد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. روسیه بعد از حمله سهمگین توافق صدور غلات را معلق کرد. روسیه اعلام کرد که در حال معلق کردن مشارکت خود در توافقی است که اجازه صدور غلات اوکراین از طریق بنادر دریای سیاه را می‌دهد. روسیه پیشتر اوکراین را به یک حمله پهپادی سهمگین به ناوگان خود در بنادر سواستوپل دریایی سیاه متهم کرد. اوکراین به این حمله اذعان نکرده و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله روسیه را کاملا قابل پیش بینی خوانده است. روسیه بدون ارائه شواهد همچنین نیروهای بریتانیایی را به مشارکت در حمله روز شنبه متهم کرد. وزارت دفاع بریتانیا در واکنش گفت که روسیه در حال پخش ادعاهای کذب در ابعادی افسانه است. وزارت دفاع روسیه میگوید که پهپادهای مورد استفاده در حمله روز شنبه کشتی‌هایی که در معامله غلات شرکت داشتند را هدف گرفتند و افزود که یک کشتی خسارت جزئی دید. ساعتی بعد وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت طرف روس نمی‌تواند امنیت کشتی‌های باری غیر نظامی که در ابتکار دریای سیاه شرکت دارند را تضمین کند و اجرای آن را برای مدتی نامعلوم معلق می‌کند. مسکو گفت که این حرکت در ارتباط با اقدامات نیروهای مسلح اوکراین تحت هدایت نیروهای ویژه بریتانیایی انجام می‌شود. مسکو ادعا کرد که 16 پهپاد هوایی و شناور بدون سرنشین را منهدم کرده و فقط یک کشتی مین روبی دچار خسارت شده است. هنوز این ادعا در مورد حمله به کشتی ها از سوی سایر منابع تایید نشده. همچنین زلنسکی گفت که تصمیم روسیه نه امروز بلکه در ماه سپتامبر گرفته شد، زمانی که حرکت کشتی های حامل آذوقه تولید اوکراین را مسدود کرد. او افزود چرا باید شمار معدودی در کرملین بنشینند و در مورد اینکه در مصر یا بنگلادش غذا روی میز مردم باشد یا نه تصمیم بگیرند. زلنسکی گفت که جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل و 20 اقتصاد بزرگ جهان باید قویاً به این تحول واکنش نشان دهند. کاخ سفید گفت که روسیه در حال استفاده از غذا به عنوان یک سلاح است. یک سخنگوی سازمان ملل گفت که این سازمان که این توافق را با کمک ترکیه میانجیگری کرده بود با مسکو در تماس است. او افزود حیاتی است که همه طرف‌ها از هر گونه اقدامی که ابتکار دریای سیاه را به خطر بیاندازد پرهیز کنند. چون این معامله یک تلاش مهم انسان دوستانه برای بهبود دسترسی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به مواد غذایی است. اوکراین صادرکننده عمده غلات از زمان حمله روسیه به دلیل مسدود شدن مسیرهای دریای سیاه قادر به صدور غلات نبود، اما آن توافق این مسیر را باز کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد شخصا در آن مذاکرات شرکت داشت. آن توافق یک پیروزی مهم دیپلماتیک برای کمک به کاهش بحران مواد غذایی در جهان بود. اما روسیه شکایت کرده که صادراتش همچنان با موانعی روبروست و قبلا اشاره کرده بود که ممکن است توافق را تمدید نکند. کیف در روزهای اخیر مسکو را متهم کرده که عمدن عبور کشتی‌ها را معطل می‌کند که به تشکیل صفی 180 کشتی منجر شده است. اروپا 300 میلیارد یورو از ذخایر ارزی روسیه مسدود کرد. به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا اعلام کرد در ادامه سیاست تحریم علیه روسیه به علت عملیات نظامی این کشور در اوکراین، دارایی‌های شهروندان روسیه به ارزش 17 میلیارد یورو را مسدود کرده است. دیدی ریندرز، کمیسر عدالت اتحادیه اروپا، در گفتگویی گفت تاکنون دارایی‌های 90 نفر به ارزش 17 میلیارد یورو در 7 کشور از جمله 2 میلیارد یورو در آلمان مسدود شده است. به گفته ریندرز، اتحادیه اروپا در 8 ماه گذشته و از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین 8 بسته تحریمی علیه مسکو اعمال کرده است. مقامات اوکراین بارها از کشورهای اروپایی درخواست کردند این دارایی‌های مسدود شده پس از جنگ باید صرف بازسازی اوکراین شود. دیدیر ریندرز در این باره گفت اگر پول و دارایی که اتحادیه اروپا مسدود کرده نتیجه تجارت جنایی باشد، این امکان وجود دارد که آن را به عنوان غرامت به اوکراین پرداخت کرد. با این حال، حجم دارایی مسدود شده برای تأمین مالی بازسازی اوکراین کفایت نمی‌کند.
این مقام اروپایی همچنین افزود همچنین در چارچوب تحریم‌های غرب 300 میلیارد یورو از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه در نقاط مختلف جهان مسدود شده است. وی در ادامه گفت به نظرم دست کم این امکان وجود دارد که این 300 میلیارد یورو به عنوان تضمین نگه داشته شود تا زمانی که روسیه داوطلبانه در بازسازی اوکراین شرکت کند.